بسم الله الرحمن الرحیم به امید و خدا بریم سراغ درس هفتم احکام قضایا درس بسیار مهم سوال 100 درصد کنکور هر سال ما درس ششم یاد گرفتیم قضیه محصور چهار نوع موجبه کلیه سالبه کلیه موجبه جزئی سالبه جزئیه هر الف به هست سور کلی رابطه موجبه چرا به خاطر از چرا کلی به خاطر سور هر سالبه کلیه هیچ سور کلی رابطه سالبه چون نیست هست موجبه جزئی بعضی سور جزئی رابطه موجبه چون است است بعضی سور جزئی رابطه سالبه چون نیست است گوش بده حالا روابط قضایی حتما سؤال کنکوره تناقص تضاد تداخل در تناقض دو قضیه از نظر سور و نسبت فرم میکنن هم سورشون فرم میکنه هم نسبتشون الان نگاه کن یک با چهار گفتم سور این هر کلی سور این بعضیه این موجب است این سالب است پس یک با چهار دو و سه این کلیه درسته بعد نسبتش چیه نیست سالب است این سور جزئی، جزئیه, جزئیه. نسبتش چیه موجب است بس. بس یادت باشه تضاد بس در تناقض هم سورها فرق میکند هم نسبت ها در دو قضیه در تضاد یادت باشه تزاد فقط بین دو قضیه کلی هست یعنی بین موجبه کلیه و سالبه کلیه که در نسبت متفاوتن بس تضاد مال اینه تداخل نسبت ها یکی و سورها متفاوت الان نگاه کن است است درسته سور این بعضی سور این هره سور کلی سور جزی درسته نسبت ها یکسانه نیست نیست بعضی هیچ کلی سور سور جزئی بس خیلی ساده بس در تداخل نسبت ها یکسان سور ها متفاوت تضاد فقط مال دو قضیه کلیه که در نسبت متفاوت هستند در تضاد فقط نسبتشون ولی سورشون هر, هیچ سور کلی هم در تناقض دو قضیه هم از نظر سور و هم از نظر نسبت با هم دیگه فرق دارن این یه مقدار باید کار کنید تا تو ذهنت کامل بمونه بررسی درست یا نادرست بودن یا صادق و کز بودن در روابط تناقض تداخل و تضاد خب تناقض ببین یادت باشه اگر صادق باشد این یادت باشه دیگه در تناقض گفتیم دو قضیه نظر سور و نسبت با هم چه متفاوتن؟ بعد رابطه بعدی جمله بعدی ما کاذبه اگر کاذب باشه بعدی صادقه مثلا نگاه کن میگیم هر شکلی مربع هست هر شکلی مربع نه کاذبه بعضی شکلها مربع نیستند الان رابطه تناقض گفتم چرا؟ چون نسبت اینجا موجب است اینجا سالب است سورت اینجا کلیه سورت اینجا جزئیه گفتیم در تناقض هم سورها متفاوتن هم نسبتها قشنگ باید دقت بشه تضاد اگر اولی صادق بود دومی میگه حتما کذب است اولی درست بود دومی حتما نادرست اونجوری بگیم اگر اولی کذب بود در مورد دومی نمیتوان اظهار نظر کرد نامعلومه من مثلا میگم هر مثلثی شکل است این کاملا صادق موجبه کلی است در تضاد چی گفتیم؟ گفتیم تضاد فقط بگیم هیچ شکلی مسلس نیست هیچ شکلی مسلس نیست کاذب میشه دیگه خب ببین یادت باشه در تضاد فقط گفتیم بین موجبه چیزا هست کلی یا قضایه کلیه یعنی بین موجبه کلیه و صادبه کلیه این الان موجبه کلیه است درسته این الان سالبه کلی است چون هیچ هم سوره کلیه نیست پس این کاذب میشه هیچ الف به نیست این اگر کاذب باشد بعد بگیم هر الف به هست این نامعلوم میشه این باید حواست باشه این تضاد من اینجا نوشتم در کنکور برات نمی نویسه خودت باید تشخیص بدی که این چی هست این یک قضیه مو... چیه سالبه کلیه است و تضادش میشه چی موجبه کلیه هر الف به هست نامعلومه نمیشه قضاوت کرد که درسته یا نادرسته تداخل گفتیم که نسبت ها یکسان سورها متفاوته هرگاه اگر قضیه کلی صادق باشد قضیه جزئی هم صادق است درسته خب نسبت یکسان سورها حتما یکی کلی یکی جزئی دیگه منظور از قضیه جزئی اونی که با سور جزئی میاد اگر قضیه جزئی کاذب باشد قضیه کلی هم کاذب است بقیه موارد نمیتونه اظهار نظر کرد درسته اگر کلی صادق بود جزئی هم صادق کلی جزئی کاذب بود قضیه کلی هم کاذب برعکسش نوشته بقیه را نمیتوان اظهار نظر کرد همه تهرانی ایرانی است هر تهرانی البته همه نه هر تهرانی ایرانی است این الان موجبه کلیه است صادقه در تداخل گفتیم چیا با هم فرق میکنه سورها بعضی تهرانی ایرانی است اینم صادق میشه موجبه جزئی است چرا موجبه چون استاره چرا جزئیه چون سوره جزئی استفاده کرده بعضی تهرانی ها ایرانی نیستند سالبه نیستن جزئی بعضی این کاذبه هیچ تهرانی ایرانی نیست خب من الان میخوام چیزش بیارم تداخلش بیارم نسبتش که فرق نمیکنه ولی به جای بعضی از سور کلی خب سالبه کلیه کاذب خواهد شد هر الف به هست کاذبه بعضی الف حالا نگاه کن بعضی الف به است نامعلومه بعضی الف به نیست این صادق باشه هیچ الف به نیست اینم باز میشه نامعلوم خواهد شد باید این رو واقعا کار کرد تا تسلط پیدا کرد اگر واقعا کار نشه ما به راحتی خب نمیتوانیم بهش جواب بدیم اما میرسیم به عکس مستوی از اون چیزایی هست که طرها خیلی آلاقه دارند میگه در اقسام تقابل تقابل ها چی بود تضاد بود تناقض بود و تداخل بود درسته در تضاد دیدیم که نسبت ها فرق میکنن فقط بین کلیه ها بود در تناقض دیدیم که خب نسبتها در تناقض هم نسبتها فرمی کرده هم سورها در تداخل سورها یکی بودن درسته نسبتها یکی بودن اما سورها متفاوت بودن از خواهی میکنم نسبتها یکی بودن سورها چی بودن متفاوت بودن بس در تداخل فقط نسبتها یکی ها میتونه نکتهش اینجوری یادت باشه تزاد تداخل تناقض تداخل،, تداخل خب آخری یادت باشه که در اینه که نسبت ولی در تناقض و تضاد در تضاد که بین دو قضیه کلیه فقط نسبت ها فرق میکنن در تناقض هم نسبت ها فرق میکنن هم سورها در تداخل فقط چی؟ فقط سورها متفاوته نسبت ها یکی خب یاد گرفتیم اگر تفاوت ها در سورها و نسبت ها هست و جای موضوع محمول عوض نمی شود اگر در قضیه جای موضوع و محمول را عوض کنیم عکس مستوی به وجود می عکس مستوی حالا عکس مستوی رو چه جوری به دست میارن خب اگر در قضیه نسبت ها رو هیچگاه نباید تغییر بدیم سور تنها در موجبه کلیه تغییر میکنه موجبه کلیه هر الفی به است سالبه جزئیه بعضی الف به نیست سالبه جزئیه میسید عکس لازم و صدق ندارد یعنی عکس گاهی درست و گاهی نادرست است این حواسمون باشه بس برای عکس مستوی نسبت هایش کا تغییر نمیکنه سور تنها در موجبه کلیه تغییر میکند سالبه جزئی بعضی الف به نیست هیچ وقت عکس لازم و صدق ندارد گاهی درست گاهی نادرست است مثال بزنیم موجبه کلیه هر الف به هست این صادقه قضیه عکسش میخوام بگیم فقط گفتیم در نسبت ها هیچگاه تغییر نمیکنن دیگه خب یعنی اسب باید اسب بماند اسب باید اسب بماند چون نسبت ولی چون موجبه کلیه سور عوض میشه موجبه کلیه فقط نکتهش اونجا گفتیم که نسبت تغییر نمیکنه سور تنها در موجبه کلیه تغییر میکند و سالبه جزئی هم که گفتم عکس لازم و صدق ندارد بس اینجا سورش عوض کردم موجبه کلیه بعضی الف به هست عکس مستوی شد بعضی الف به است موجبه جزئی است موجبه جزئی درسته فقط سالبه جزئی گفتیم بعضی الف به هست خب من باید میگیم چی حالا جای موضوع و محمول را عوض کنم درسته جای موضوع و محمول را عوض کنم من جای موضوع و محمول اینجا عوض نکرده بودم بعض اینجا باید این حواسم باشه بعضی به الف است عکس مستبشی میشه جای موضوع محمول را عوض کنم الان موضوع ب شد محمول شد الف اینجا موضوع الف بود محمول به بود درسته موجبه جزئی بعضی الف به هست خب بعضی به الف هست درسته خب بعضی اینجا فقط اومدم چیکار کردم در موجب جزئیه نسبت که تغییر نمیکنه سور باید تغییر نکنه فقط در موجبه کلیه تغییر میکنه فقط جای موضوع و محمول را عوض کردم یعنی جای موضوع در موجب جزئیه عکس مستوی میخوای ازش درست کنی درسته باید بگی چی قضیه عکسش فقط جای موضوع و محمول عوض کنی سالبه کلیه هیچ الف به نیست خب اینجا هم فقط در موجبه کلیه سور عوض میشه سور کلی میشه سور جزئی اینجا باز هیچی باید بنویسی نیست باید بنویسی به الف هست هیچ به الف نیست خب سالبه جزئیه بعضی الف به نیست گفتیم عکس لازم و صدق ندارد سالبه جزئیه عکس لازم و صدق ندارد اما مقالطه ایهام انکاس که باز بارها در کنکور اومده اگر در قواعد مستوی کردن اون سه نکته را رعایت نکنیم دوچار این مقالطه می شویم. درسته؟ اگر این سه نکته چیا بودن؟ اون سه نکته ای که در مستوی کردن باید رعایت می کردیم نسبت ها هیچگاه تغییر نمیکرد. فقط در موجبه کلیه سور عوض می شد و سالبه جوزی هم عکس لازم و صدق نداشت مثلا بعضی شکل ها مسلس نیستن این الان سالبه است چون نیستن داره جزئی است چون صوره بعضی را دارد و عکس لازم و صدق ندارد حالا اگر بگوییم بعضی مسلس ها شکل نیستن دوچاره مقالطه ایهام انعکاس می شویم ایهام انعکاس پس یاد بگیر مثل این چون گفتیم اصلا این عکس سالبه جزئیه یکی از شرایط مستوی کردن این بود که گفتیم سالبه جزئیه عکس لازم و صدق ندارد هر انسانی متفکر است و عکس مستوی آن میدانیم سور عوض می شود خب چرا چون موجبه کلیه هست گفتیم سور عوض میشه موجبه می شود خب این الان میشه موجبه کلیه بعد حالا بیم بگیم چی هر متفکری انسان است مقالطه ایهام انکاس داریم چه نکته ای را این البته موضوعی کلیه بود این جسته با نوشته هر متفکری انسان است خب مقالطه این هامن چون اگر من میخوام از موجبه کلیه از موجبه درسته خب موجبه کلیه قضیه <تصفح> عکس بسازم باید چیکار کنم سور را عوض کنم هر متفکری جای موضوع و محمول عوض کردن فقط مشکل را حل نخواهد کرد درسته بس حواسمون باشد این بحث قضیه ای ها انکاس را هم خیلی, خیلی خیلی خوب بدونیم بعد از این درس هشت خواهم گفت و طبق کنگور 1402 درس 9 و 10 نیستشو بریم ببینیم تو اون درسی میگم